میخوایم راجع به روش های تقویت حافظه و پیشگیری از آلزایمر از کتب حکمامون صحبت بکنیم. کتاب حفظ و صحه ناصری جناب محمد گیلانی، ایشون میفرمایند که اولا اگر میخواید که مشکل حافظه به سراغتون نیاد و صحت دماغ داشته باشید، صحت حافظه داشته باشید و مغزتون در بهترین حالت ممکن کار بکنه که خب از اعضای رئیس است و بسیار سلامتش اهمیت داره، از مبخرات پرهیز بکنید. یعنی چی؟ یعنی غذاهایی که میتونن نفخ زیاد ایجاد بکنن و ریح زیاد تو بدن تولید بکنن. مثل چیا؟ مثل استفاده از تورو، مثل استفاده از پیاز خام، مثل استفاده از سیر، اون هم زیاد، به خصوص سیر خام که اصلا توصیه نمیشه. پس نفاخ ها رو تا میتونید کمتر استفاده بکنید، چون هر چه که اینها بیشتر استفاده بشن، تند و تیزی اینها برای مغز مفید نیست. یک در حقیقت مضر اصلی مغز که الان ما کشور اون جزء کشورهایی که پرمصرف توش نوشابه است. بله، گازی که نوشابه تولید میکنه باعث ضعف و خشکی دماغ و یا مغز هست و اصلا استفاده ازش توصیه نمیشه. دوم، حکیم میفهمن که افراط در افکار متعدد نداشته باشید. یعنی چی؟ یعنی زیاده روی نکن در افکار متعدد، زیاد به حواشی نپرداز، زیاد وارد جزئیات هر چیزی بی خودی نشو. دیدید ما برخی از مواقع راجع به مسائلی میشینیم فکر میکنیم که هیچ اهمیتی در زندگیمون ندارن و هیچ نقش مثبت و یا حتی منفی هم ندارن، ما میشینیم راجع به اینا فکر میکنیم. پس فکرتون رو درگیر مسائل بیهوده نکنید. نکته بعدی، میفرمایند که از بوی بد اجتناب بکنید. دیدید بعضیا خب اصلا بحث عطر براشون مهم نیست. اتفاقا اگر میخواید که تقویت مغز داشته باشید، گرم مزاجا از عطرهای خنک استفاده بکنن، مثل عطر لیمو، مثل عطر پرتقال، مثل عطر یاسه رازقی، برن از اینا استفاده کنن برای خنک کردن مغزشون که این تقویت مغزه. و البته سرد مزاجا میتونن از عطر نرگس استفاده بکنن که بسیار بسیار عالی است، و البته مشک و عود هم به همین صورت که به شدت مقوی مغز هست. پس استفاده از عطرها، عطرهایی که با توجه به مزاجتون باشه، البته عطرهایی که خب پایه شیمیایی دارند رو خیلی توصیهشون نمی کنیم. سعی بکنید که از عطرهای طبیعی استفاده بکنید، در تقویت مغز بسیار عالی است. نکته بعدی، زیاده روی در خواب و یا کم خوابی قطعاً و قطعاً به مغز آسیب میزنه. پس سعی بکنید نه زیاد و در حقیقت بیش از حد بخوابید. بعضیا خب ممکنه مثلا 10 ساعت 12 ساعت بگیرن بخوابه، این کار بسیار اشتباه. خوابتون رو سعی بکنید بین 8 الی حد اکثر دیگه مثلا 9 ساعت باشه، اون هم مزاجای سرد، مزاجایی که هم که خب قاعدتا 7 ساعت خواب هم براشون مناسب هست. ضمن اینی که ساعت خوابتون درست باشه، ساعت خواب ما قاعدتا باید بین 9-9.5 شب تا حتی اکثر 10-2-3 بامداد بشه که قبلا توی کلیپ های متعددم عرض کردم. یکی از راهکارهای رسیدن به صحت بدن، عملکرد درست مغز، عملکرد درست قلب و عملکرد درست کبد، همون ساعت خوابیدنه. پس ساعت 9-9.5 شب تا 2-3 بامداد حداقل باید زمان استراحت و خوابتون باشه. یه راهکار دیگه برای تقویت مغز اینه که شما حتما خواب قیلوله رو از دست ندید. یه نیم ساعتی مونده به اذان ظهر و یا یه نیم ساعتی بعد از اذان ظهر یه چرت کوتاهی بزنید، به شدت مقوی قوای عمومی بدن و البته مقوی مغز هست. پس خود ساعت خواب و در حقیقت افراط و تفریط در خواب باید اینها رعایت بشه تا خدا نکرده مشکلات مغزی به سراغتون نیاد. نکته بعدی، پرخوری. پرخوری یکی از عواملیه که قطعا و قطعا باعث ضعف مغز میشه.
سعی بکنید در همخوری برهمخوری نداشته باشید و به هیچ وجه پرخوری نداشته باشید. جماع بیش از حد و به خصوص جماع در حالت گرسنگی، یعنی رابطه جنسی در حالت گرسنگی و ضعف داشتن، یا مثلا صبح ها رابطه جنسی داشتن و یا رابطه جنسی بعد از غذا، یعنی بلافاصله بعد از غذا رابطه جنسی داشتن، این هم قطعاً و قطعاً باعث ضعف دماغ و البته ضعف در رابطه جنسی در آینده هم حتماً خواهد شد. چیزای ترش، مثلا اگر که میخوای که حافظه خوبی داشته باشی سرکه نخور. بله، یادتونه ما ضرب المثل قدیمی ایرانی هم داریم، میگیم چی؟ اگه ترشی نخوری یه چیزی میشی. سعی بکن که در مصرف ترشیجات افراد نکنی. ضمن این که جناب گیلانی در همین کتاب میفهمند اگر کسی افراد در مصرف ترشی ها داشته باشه قطعاً عمرش هم کوتاه میکنه و بیماری های متعدد به سراغش خواهد اومد. حالا دیگه چی توصیه دارین که استفاده بکنین؟ کدو حلوایی و کدو خورشتی هیچ وقت دست ندید و خورش کدو و هر طوری که میتونید از کدو استفاده بکنید همیشه در سیستم غذاییتون باشه، به خصوص معلما و کسانی که زیاد از مغزشون کار میکشن، حسابدارها و کسانی که کار فکری زیاد دارن. نکته بعدی، شیر بادوم. 7 الی 14 عدد بادوم رو آسیاب بکنید، بهش مقداری شکر و عرق بیدمش بهش اضافه بکنید و البته کمی هم میتونید عرق بادرنج بویه بهش اضافه بکنید و این رو عصرانه آرام آرام میل بکنید. به غایت مقوی قلب و مقوی مغز هست. فندق هیچ فقط دست ندید. به جای اینکه برید چیپس بخرید با چه قیمتی و به بدنتون آسیب وارد بکنید، به همون قیمت برید شما راحت میتونید مقداری فندق تهیه بکنید و یه مقداری بادام تهیه بکنید و ازش استفاده بکنید برای تقویت مغز. و نکته آخر، روغن‌ها چی؟ بله، روغن بادام شیرین در تقویت مغز عالی است. یا روغن‌ماری در ناحیه فونتنل و یا چکاندن روغن بادام شیرین در بینی بسیار بسیار کمک کننده است. اینو فراموش نکنید، اگر تدابیر فصول تدابیر مزاجتون و تدابیر سنتون ندونید، مسلماً خیلی از مواد رعایت نمی کنید و اعضای رئیستون یعنی قلب و مغز و کبد و همه رو آسیب می زنید. پس برید اینها رو آموزش ببینید، در دوره سالم شو کامل بهتون توضیح دادیم در سایت.